154 عابد و عنصر از دوره سوم جدول تناوبی هستند با توجه به ساختارهای لوئیس زیر که در آنها همه اتم‌ها به آرایش هشتایی رسیدن، کدام موارد یا مورد درست است؟ اولین حرکتی که باید دانش آموز انجام بده اینه که آبی بفهمه کدوم گروه هاست. واسه اینکه آبی بفهمی کدوم گروه هاست دو تا حالت داره، یا اینکه خیلی مسلطی میگیم پی او 4 اس منفی پس گروه 15 آ، اینم سی ال او 3 منفی گروه 17، یا اینکه نه انقدر مسلط نیستی. حالا اگر اونقدر مسلط نبودی ببین من چیکار میکنم، چی به هدیات میدم. همیشه هم همه جا صادق نکته منم هستین، همیشه تعداد پیوند تو هر ساختار لوئیسی میشه اختلاف تا گاز نجیب، یه گوشه بنویسا، به علاوه بار تقسیم بر دو. اختلاف تا گاز نجیب به علاوه بار تقسیم بر دو. ساختار آ او 4 اس منفی رو نگاه کن، چند تا پیوند داره؟ 4 تا، به جا پیوندش بذار 4. بریم اختلاف تا گاز نجیباشو پیدا کنیم. عنصر آشو میدونی چقدر اختلاف داره تا گاز نجیب؟ اصلا کدوم گروه؟ نه. پس به جای اختلاف تا گاز نجیب آ خود آ رو میذاری، چون نمیدونی کدوم گروه. اما اتمای اکسیژنش گروه 16 ان، هر گروه 16 ای هم دو تا اختلاف داره. خب دو تا اختلاف هر اکسیژن داره، 4 تا اختلاف، 4 تا اکسیژن چند تا اختلاف داره؟ 8 تا اختلاف داره. پس من میگم آ یه مقداری اختلاف داره، اکسیژناش 8 تا اختلاف دارن، به علاوه بار یعنی به علاوه منهای 3 تقسیم بر 2. از اینجا قشنگ آت خوشگل پیدا میشه 3. آ اختلاف تا گاز نجیب بود، آ 3 تا اختلاف داره تا گاز نجیب، پس کدوم گروهه؟ بله گروه 15. پس آی شما گروه 15 دوره سوم هم هست، فسفره. همین کارم برای بی او 3 منفی انجام بدی، بی اختلافش در میاد یه دونه. خب یه دونه اختلاف تا گاز نجیب یعنی گروه 17 هستش، پس این هم پیدا میشه CL. پس این رابطه رو حتما و حتما به خاطرت بسپار و داشته باش، همه جا هم کاربرد داره. من پاک میکنم جا برام باز شه یه مقداری فقط که بتونم ادامه سوال رو قشنگ حل کنم. خب گزینه ها رو چک کنیم. عدد اتمی آ کوچکتر از بی هست، عدد اتمی آ کوچکتر از بیه. بله آ گروه 15، بی گروه 17، گروه 15 قبل 17، پس عدد اتمی آ کوچکتر از بیه. این جمله صحیحه. پس من اونایی رو دوست دارم که الف دارن توش، پس یا ت رو باید چک کنم یا پ رو باید چک کنم. از طرف دیگه ب هم تو گزینه ها نیست دیگه. حالا ولی چک کنیم، بریم چک کنیم. ت عنصر بی میتواند با کربن سی بی 4 بده. بی چی بوده؟ سی ال، یعنی سی سی ال 4. سی بی 4 یعنی سی سی ال 4. سی سی ال 4 بده، بله میتونه سی سی ال 4 بده و جهتگیری هم نمیکنه. بله این مولکول ناقطبیه، تو شیمی 12 فصل 3 هم خوندیم این مولکول ناقطبیه، جهتگیری هم نمیکنه. پس این جمله هم درسته، قطعا گزینه یک جواب تست بوده. پس پ باید غلط باشه. یکی از ترکیبات آب، آ بوده پی، اینم بوده سی ال، پس این ترکیبه که گزینه پ میگه پی سی ال 3 هستش. پی سی ال 3 هم این شکلیه، این NH3، و چون ناپیوندی داره مولکول قطبی هستش، این گفته ناقطبیه پس پ هم هست. از طرف دیگه اصلا شکلش هم این شکلی نیست. در این عنصر، در این دو عنصر الکترون های N به علاوه L4 با هم برابرند. من آرایش الکترونی 15 رو بخوام بنویسم، 1s2 2s2 2p6 3s2 تا اینجاش، اینم 3p3، این واسه 15ه. 1s2 اینم واسه کلوره که عدد اتمیش 17ه. 2s2 2p6 3s2 3p5. عزیزم N به علاوه L 4 یعنی چی؟ N به علاوه L مساوی با 4 یعنی چی؟ این مثلا N چنده؟ 1. L S چنده؟ 0. پس N به علاوه Lش میشه 0، پس اینو نمیخوام. N به علاوه L این میشه چند؟ 2 با 0 میشه 2، اینو نمیخوام، میخوام 4 باشه. 2 با 1 میشه 3، به دردم نمیخوره. 3 با 0 میشه 3، به دردم نمیخوره. 3 با 1 میشه 4، پس این N به علاوه Lش 4. پس اینا رو هم نمیخوام، اینم N به علاوه L 4.
N به علاوه L چهار، این سه تا الکترون داره، ماله این پنج تا الکترون داره، این گفته با هم برابرند، به هم پس غلط شد، همون گزینه یک قطعا جواب تست بوده.